بنام خداوند بخشنده مهربان، درود بر همگی شما عزیزان، روزتان بخیر. امیدوار هستم امروز روز عالی تاییدم بر شما سپری شده باشه و خوشبختانه که در کنارتان هستیم و دوست داریم که شما هم با انرژی مثبتی که دارین به ما انرژی ببخشین و بیننده برنامه رسم زندگی باشین. پل های ارتباطی ما هم در خدمتتان هست، 488 بعد از او کلید 47 در کنارش 0-2-2-2-9-2-3 شما رو تماسی هست که شما رو مستقیماً با برنامه وصل می سازه و رخنامه یعنی صفحه فیسبوک ما که همیشه در اختیارتان بوده و براتان همیشه یادآور شدیم که از این طریق میتونین پیام هایتون بر ما ارسال بکنین، در صورتی که صفحه ما را فالو بکنین، تعقیب بکنین، لایک بکنین و پیام هایتون ارسال بکنین، ما بر تمام پیام های شما عزیزان ارج گذاری میکنیم و تمامش مد نظر گرفته میشه. موضوع امروز برنامه هم برمیگرده به اختلال افسردگی پیش از قاعدگی. موضوع خیلی مهمی هست، بحث زیادی در این ارتباط صورت نگرفته، باید همگی ما چنین مشکلاتی را مد نظر بگیریم. بانوان خصوصا چنین مشکلاتی را وقتی می داشته باشند باید حتما خانواده ها باشان مراعاتی بکنه و این موضوع را باید مد نظر بگیرن در خانواده ها و کانون گرم خانوادگی تا. دکتر صاحب سید کمال جلال متخصص امراض روان و اعصاب در این بحث با ما هستن، صحبت های بیشتر واگذار میکنیم به ایشون و در ارتباط با موضوعات و مراحل بیشتر از ایشون میشنویم و همچنان مهمترین چیزی که میتونه در اینجا باشه ای که در مورد عوامل و راه های تداوی بیشتر جویا شویم. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام سحر جان، صحتمند سرحال باشه. دوستایی که میبینن هم عرض ادب دارم، خدا کنه که هم صحت جسمی داشته باشن و هم صحت روانی انشالله. و دکتر صاحب بیاین بحث از اینجا آغاز بکنیم، این که افسردگی خودش چی هست؟ بعضی کسایی هستن که هر موضوع یا بعضی وقتا همی که کمی جگرخون هم میباشن برای یک دو روز همی این که من افسردگی گرفته و نمیفهمن کمی مفهوم و مایده کلی که برمیگرده به افسردگی در چی هست، کمی صحبت در مورد افسردگی و بعد از او اختلالات پیش از قاعدگی. ببینیم معمولا این مربوط به اختلالات خلقی میشه. اگر ما خود خلق تعریف کنیم میگیم که خلق یک هیجانی است که بالای رفتار ما و تاثیرات مستقیم خواهد دارم و تظاهرات خارجیش هم بوده میتونه. اینجا چند اختلال شاملش میشه؟ افسردگی، اختلال افسردگی اساسی شاملش میشه، اختلالات دو قطبی شاملش میشه و سایر اختلالاتی که مربوط به این خاندان میشن. مثلا افسردگی های بعد از ولادت ما سرش بحث کرده بودیم، اختلال افسردگی اساسی به مراتب سرش بحث شده. به خاطر ازی که در زندگی روزمره ما شما طیف متفاوتی از خلق تجربه میکنیم، مثلا چیزی را که میشنویم که باعث نشاط و خوشی ما میشه، طبیعتا خلق ما بالا میره و ظاهرا امو خوشی در چهره ما معلوم میشه. برعکس چیزی را ما برعکس چیزی را میبینیم که ما را غمگین میسازه، نارام و ناراحت میسازه، اما تظاهرات هم در چهره ما معلوم میشه، آشکار میشه. پنهان بکنیم اما پنهان نمیشه. بله، واضح میشه، معلوم میشه. چیزی که بسیار مهم است اینا، چه وقت ما میگیم که کسی افسرده است، اینجا شدت اعراض تقریبا 10-12 عرضی که در مربوط به اعراض علائم افسردگی میشن، دوره افسردگی حداقل 4-5 عرضش به مدت 2 هفته حضور داشته باشه. این قسمی نیست که امروز طبیعتا ما دق شویم، خفه باشیم، جگرخون باشیم، غمگین باشیم، اونم روز ما حکم کنیم که ما افسرده هستیم. اونم دقیقت، غمگینی، خلق افسرده، لذت نبردن از کارهای روزمره، مختل شدن خواب، مختل شدن سیکل اشتیاق، حافظه، توجه، تمرکز، افکار منفی، زندگی بر معنا نداره، احساس گناه، افکار خودکشی و امثال هم، کاهش فعالیت حرکی روانی، حداقل اینمی اعراض علائم کم از کم 5 اعراضش به مدت 2 هفته حضور داشته باشه، هر روز حضور داشته باشه و باعث ایجاد تداخل در زندگی روزمره ما شده باشه. مثلا مشکلات در سایه تحصیلی برای ما ایجاد کرده باشه، در سایه شغل برای ما مشکلات ایجاد کرده باشه، در روابط بین فردی برای ما مشکل ایجاد کرده باشه، بنان ما حکم میکنیم که شخص مبتلا به افسردگی است. بله. چیزی را که شما در مقدمه گفته که شاید یک روز نیم روز کسی طبیعتا از باعث مشکلات اقتصادی دق است، مشکل روانی اجتماعی داره. مگر وقتی که ما میگیم که باید چه وقت مریض است یا چه وقت از لحاظ روان مریض است، حداقل بعضی معیارات در نظر میگیریم، شدت اعراض در نظر میگیریم، مدت زمان اعراض در نظر میگیریم و اینمی اعراض چقدر تاثیرات اساس سر کیفیت و کمیت زندگیش داره. بله، در ارتباط با موضوع خود ما که امروز میخوایم که صحبت بکنیم، اختلال افسردگی پیش از قاعدگی، کمی صحبت بکنیم، این بحث باز بکنیم که برمیگرده به کدام موارد. ببینید، این هم جزء اختلالات خلقی است، مثل که ما افسردگی پیش خانم ما افسردگی بعد از ولادت داریم، اختلالات قاعدگی پیش از ولادت هم داریم، یعنی بعضی مشکلاتی که حداقل
یک هفته با شروع قاعدگیشان میمانه. یعنی ساده‌تر بگیم بعضی مشکلات مثلا اکثرت خانم‌ها شاید که تحریک پذیر باشن، عصبانیت داشته باشن، خوابشان مختل شوه، احساس سردردی داشته باشن، دردای فیزیکی از دیگر قسمت‌های بدن داشته باشن، افسرده و دق و غمگین باشن یا استراب داشته باشن. اگر اینمی اعراض یک هفته قبل از شروع عادت محور قاعدگی هدف ما اونمو عادت محور است، اونمو مریضی ماهانه نزد دختر خانم است. اگر یک هفته قبل اینمی اعراض شروع شد و این اعراض معمولا 3-4 روز بعد از اینکه امو دوره مریضی تکمیل میشه، عادت محور تکمیل میشه، 3-4 روز بعد یا این اعراض کاهش پیدا میکنه و یا بیخی مطلق از بین میره و میتونه که در مدت یک سال کم از کم در اکثرت ماهایی که عادت محور است پیش خانم‌ها وجود داشته باشه. اینه میره طبیعتا ما افسردگی پیش از قاعدگی میگیم. این میتونه متواتر باشه یا مثلا در یک ماه میباشه، بعد از چند ماهی باز دوباره بروز میکنه و چند ماه دیگه مثلا چنین مشکلی رو نمیداشته باشه. حداقل از خاطر تشخیص باید یک چیز دیگه رو میخوایم که جا اشاره کنیم. یکی ما اختلال افسردگی پیش از قاعدگی داریم، دیگه سندروم پیش از قاعدگی است نزد خانم ها. میگن که 80% خانم ها شاید هم که یک هفته قبل از عادت محورشان باز تغییرات در خلقشان، تغییرات در خوابشان و از درد بعض قسمت های نواحی بدن شکایت داشته باشند. 80% خانم ها. بله. از جمله 80% خانم ها 40%شان اینمی اعراض به شکل خفیف تا متوسط دارند. بین 3-7%شان، حد اوسط 5% خانم ها باز معیارات تشخیصی را به خاطر افسردگی پیش از قاعدگی برآورده میکنند. این دو تفاوت، چند تفاوت بسیار عمده داره. امی مشکلات یا سندروم پیش از قاعدگی با اختلال افسردگی پیش از قاعدگی. در سندروم اعراض وجود داره، مگر اعراض عاطفی قدر وصفی نیست، مثل غمگین بودن و دق بودن و اشکبار بودن یا گریانالود گریه کردن، این قدر وصفی است. به اندازه که در افسردگی باز پیش خانم وصفی است، شدید است، زیادتر است. فیصدش میتونه پایین باشه. بله. چیز دیگه که بسیار مهم است اعراض، به خاطر از اینکه شخص مبتلا به افسردگی پیش از قاعدگی شوه، اعراض علائمی که وجود داره معیار تشخیصش حداقل 5 اعراض باید وجود داشته باشه. در مشکلات سندروم پیش از قاعدگی یک اعراض هم کفایت میکنه. کسایی که افسردگی پیش از قاعدگی دارن، او افسردگی باعث تداخل در زندگی روزمرهش هم میشه. بله. کیفیت کمیت زندگیش هم مختل ساخته، یعنی عملکرد اجتماعیش هم کم بیش، مثلا اگر خصوصا بیشتر دختر خانمایی که صنف 10 و 11 و یا پایینتر از او وقتی که مرحله نوجوانی میرسن مشکلات دارن، حتی نمیتونن که مکتب برن. شاید در یک ماه بیشتر از 10 روز و 8 روز که جریان اینمی افسردگی پیش از قاعدگیشان است، اصلا شاید مکتب نرن. یعنی مشکلات شغلی و تحصیلی هم مشکلات شما ایجاد برشان میکنه. ایجاد میکنه. در مورد علتهاش هم صحبت هایی میخوایم از شما بشنویم. 0222-1093 شما رو تماسی هست که شما رو مستقیما با برنامه وصل میسازه. بعد از میان برنامه خیلی کوتاه برمیگردیم. ادامه برنامه رسم زندگی هست. بازم خوش اومدین. 0222-1093 شما رو تماس هست که میتونید تماس بگیرین و پرسش هایی که دارین و یا چنین مشکلی دارین براتون یادآور شدیم از موضوع برنامه، میتونید با دکتر صاحب در جریان بگذارین. مواردی که برمیگرده به اختلال افسردگی پیش از قاعدگی نزد بانوان بیشتر صحبت میکنیم و چنین مشکلی چرا ایجاد میشه، دلیل اصلیش برمیگرده به چی، از دکتر صاحب میشن بفرمایید. ببینید، معمولا با وجودی که دلیل قطعیش امروز معلوم نیست و ما در پنجمین چاپ آمار تشخیص اختلالات روانی وقتی که چاپ شد، ایرم من حیث اختلال شناختن. قبل از او ایرم من حیث سندرومای پیش از قاعدگی میشناختن. یعنی من حیث اختلال کسی نمیشناخت که ما کم بیش بر از او اشاره کردم. اونمو تغییرات استرویدهای جنسی که باعث منظم بخشیدن و تنظیم کردن خود عادت محور میشه که در هر ماه خانم ها او را تجربه میکنن. اونمو هورمونا میگه شاید در ایجاد از این اختلال نقش داشته باشن. چیزی را که ما امروز زیادتر منعیست علت از این اختلال میشناسیم. سر از او هم شاید علت قطعیش هنوز هم معلوم نیست، چرا این به مطالعه بیش از حد و مطالعه کافی ضرورت داره. چیزی که بسیار مهم است، این اختلال در هر طبقه گروهی فرهنگی یا در هر نقطه دنیا پیش دختر خانم ها و پیش خانم ها بیش از حد دیده میشه. الا 5-7% افسردگی پیش از قاعدگی را تجربه میکنن و در مجموع سندروم پیش از قاعدگی را شاید الا 80% خانم ها
تجربه کنند. خب او اشت او خوبیش زیاد است که بازو او قدر شدید نیست، هم از لحاظ اعراض علائم شدید نیست، هم تعداد اعراض علائمش کمتر است، هم باعث تداخل در زندگی روزمره نمیشه. یعنی میتونه که یک خانم با نوع مشکل پیش از قاعدگیش نه به افسردگیش زندگی روزمره خود کم بیش پیش ببره، مگر کسایی که باز افسردگی پیش از قاعدگی دارن، این افسردگی باعث ایجاد تداخل در زندگی روزمره شان میشه. شاید هم پیش خانواده‌ای که اختلالات خلقی در خانواده دیده شوه، بله. پیش از او دختر خانم‌ها که از بستگانشان مثلا مادرشان با این مشکلات خلقی داشته باشن، شاید پیش از این خانم‌ها در این موارد دیده شوه. بعض تغییرات در خود آخذه های مغز هم شاید هم باعث ایجاد اختلال شده. یعنی میتونه که ارثی یا جنتیکی هم باشن؟ تا در مجموع اختلالات خلقی واضح گپ است که جنتیک است. خود افسردگی ها در مجموع پیش خانواده هایی که یک یا دو والدشان مبتلا به افسردگی هستن، چانس مبتلا شدن اختلالات افسردگی به مراتب پیشان بالاتر است. بله، در ارتباط با این که قوه جسمی چقدر میتونه در اینجا نقش داشته باشه، مثلا کسایی که از نگاه جسمی ضعیف هستن و یا قوی هستن، میتونه که مشکلات نزدشون بیشتر باشه یا کمتر؟ بسیار چیز خوب خودت اشاره کردی. ببینی امروز به نام ضعیف بودن و قوی بودن ما اصلا چیزی نداریم. امروز در کتابای نو کلمه ضعیف بیخی از بین بردیم، هم کلمه ضعیف هم کلمه قوی را. به خاطر چی؟ اگر ما بگیم که فلان شخص از لحاظ جسمی ضعیف است، اینمی ضعیف بودن هم باعث توهین و تحقیر خود شخص میشه. بنابراین امروز به نام ضعیف بودن و یا هم قوی بودن ما هیچ چیزی نداریم. کسی که مریض است صرف از خود اعراض و علائم داره و از خود علت و عوامل داره. بعضا در جامعه طوری برداشت میکنن که وقتی که ما مشکل عصبی یا مشکل روانی دارم، شاید که ما اعصاب ما ضعیف باشه. نه، اعصاب ضعیف است و نه هم اعصاب قوی است. اعصاب اونمو یا هدف از اعصاب مغز ما. معمولا اعصاب چیزی که جامعه اعصاب میگه، مگر هدفشان خود مغز است، کارکرد مغز است. کارکرد مغز بر علاوه که ارگانهای داخلی ما را کنترل میکنه، وظایف از دوار را کنترل میکنه و کمند و کمانده میته، درک و تفکر و حافظه و تحمل و قوه شناختی و قضاوت، اینیا هم جز عمل کرده است. این میتونه وابسته به شرایط زندگی یک فرد هم باشه؟ تشکی نیست. چرا نه؟ بسیار مثال سادهش، اگر ما مشکلات اجتماعی روزمره خود نداشته باشیم، مثلا شاگردی که مشکلات اجتماعی یا مشکلات اقتصادی نداشته باشه، مشکلات امنیتی نداشته باشه، با فکر بسیار آرام و عادی با درس روزمره خود ادامه بده و بر طبق معمول در مکتب درس خود تعقیب کنه، حاصل قیاس استادی که می از لحاظ رفاه اجتماعی و رفاه جسمی زندگیش تکمیل باشه، هیچ نوع مشکلی از بابت از این نداشته باشه که اولاد ما گشنه نبونه. واضح گپ است که بسیار با جرأت و با انرژی، با افکار مثبت، با پیشانی باز میایم و عمرات یومی خود پیش میبرم. مستقیما وقتی که ما سر در مجموع سر علت امراض روان صحبت میکنیم، میگیم که فاکتورهای سایکو، فاکتورهای روانی اجتماعی، فاکتورهای بیولوژیکی داخل است که ژنتیک بوده میتونه، خود نقش مغز بوده میتونه، فاکتورهای اجتماعیش مثلا مشکلات اقتصادی ما شما، مشکلات امنیتی ما شما، مهاجرت، کلش یکی با دیگه ارتباط داره. سلام، وقت شما بخیر. سلام، من از دکتر صدیق یک سوال داشتم. بفرمایید. پیش از ماوار از افسردگی داشتم، میتونه کسا پیش اعصابم زیاد خراب نمیشه. دکتر صاحب سوال داریم، بفرمایید. افسردگی تان صرف یک هفته پیش از عادت محورتان شروع میشه، قبل از او هم میباشه؟ پیش از ماوار من افسردگی داشتم. یعنی یک هفته قبل از اینکه ماوار مریضتان شروع شد افسردگی تان وجود داره؟ صدای ما رو میشنوین؟ بله، داشتم. صدای ما رو مستقیم از گوشیتون بشنوین تا ما بتانیم که پرسش شما رو خیلی زود دریافت بکنیم و جوابگو به پرسش شما باشیم. و تماسشان هم فعلا قطع شد و در مورد این گفتن که قبل از حالت ماهوارشان یک هفته قبل اینا مشکل روانی پیدا میکنن، یعنی عصبانیت ها نزدشان پیدا میشن. بالکل، اینمی تغییرات عصبانیت، بیخوابی، سردردی، افسردگی، استراب، تغییرات خلقی معمولا یک هفته قبل از عادت محور نزد خانم ها شروع میشه و ای وقتی که عادت محورشان سپری میشه و 3-4 روز نهایتش یک هفته بعد از عادت محورشان ای اعراض یا خاموش میشه،
کاهش پیدا میکنه، 80-70% اعراض مطلق از بین میره، شدتش کمتر میشه و یا بیخی از بین میره. یعنی بین دو عادت محور خانم یا مریض صحتمند است، مشکل نمیداشته باشه. بله. اگر بین این مشکلاتش از دی عادت محور تا عادت محور دیگه هم ادامه کرد، یعنی چندین ماه پی در پی ادامه کرد، دوام داشت، باز او وقت ما تشخیص نمیمانیم که ما تشخیص بگذاریم که افسردگی پیش از قاعدگی یا افسردگی پیش از عادت محور است. وقت باز سر دیگه تشخیص ما فکر میکنیم، سر بقیه اختلالات استرابی و افسردگی و اختلالات خلقی ما فکر میکنیم. در اختلال پیش از قاعدگی صرف اعراض تو فکر کنه که یک هفته قبل از عادت محور شروع میشه و 4-5 روز یا یک هفته بعد از عادت محور شروع بهبودیش پیش خانم به وجود میاد، این وجود داره. بعد از اون اعراض خود به خود از بین میره. یعنی در هر یک ماه شاید بین 10 روز الی 12 روز کسی که افسردگی قبل پیش از قاعدگی داره این اعراض علائم داره. بین دو سکل یعنی بین دو عادت محور کاملا صحتمند است. شاید هم میام شیرا پرسان میکرد که بالاخره درمان از چی است؟ بله، در ارتباط با درمان میشن فعلا هم تماس داریم. سلام، وقت شما بخیر. بله سلام خواهر عزیز، وقتتان بخیر، خیلی خوش آمده. صدای ما را میشنوین، از گوشیتون مستقیم بشنوین تا ما بتانیم سوال شما را خیلی زود بگیریم و پاسخگو باشیم به سوالهای شما. اگه صدای ما رو میشنوین زودتر صحبت بکنین. خواهرم صدای ما رو میشنوین زودتر میشه که سوالتون رو مطرح بسازین، به خاطر هم وقت شما ضایع میشه هم وقت ما. فکر میکنم صدای ما رو نمیشنون و صحبت نکردن. مستقیم از اون تلفنتون صدا رو بشنوین، صحبت بکنین، منتظر نباشین که از تلویزیون صدا رو دوباره شما بشنوین، به خاطر تاخیر هست در بینش. بفرمایید دکتر صاحب، ادامه صحبت میشنوین. اگر میخواین که صدا رو از طریق تلویزیون بشنوین، بهتر است که شامل فاکولته ژورنالیسم شون و امی رشته نطاقی را پیش ببرن که کل جواب حل شه. بفرمایید دکتر صاحب، در ارتباط با درمانی که پرسش خواهر قبلی ما بود، میخوایم از شما بشنویم. چیزی که بسیار مهم است، متاسفانه این همه قسم که در بقیه اختلالات روانی آگاهی و معلومات نسبت به امراض در جامعه ما بسیار به سطح پایینش قرار داره، این هم همون چیز است. شاید بیشتر دختر خانما اصلا تصور نکنن که در هر ما یک دفعه که ما عصبانی میشیم، نارام میشیم، ناراحت میشیم، خواب ما مختل میشه، روابط اجتماعی ما مختل میشه، حتی این مشکلات باعث ایجاد فاصله بین زن شوهر، خانم و شوهر هم میشه. بالاخره اکثرا دلش نمیفهمند که چی است. اصلا احساس نمیکنن که من مبتلا به افسردگی پیش از قاعدگی شدم. در جمع ما شما قبلا هم گفته بودم، فکر میکنن کسایی که تعریفی که از امراض روانی دارن، فکر میکنن کسی که مبتلا به جنون است این مریض روانی. بله. است در حالی که ما برلاوی جنون 365 نوع مشخصا اختلال روانی داریم و فکر نکنم که در یک قسمت دیگه قسمت‌های بدن ما، اگر سیستم قلبی است، اگر هضمی است، حداقل 100 مرض وجود داشته باشه. یعنی بیشترین مرض مربوط سیستم روان ما میشه. بنان این هم یکی از امراض بسیار شدید و جدی است. ببینید حداقل الی 7% خانما، از هر 100 خانم 7 خانم و یه خانم هم خواهر بوده میتونه هم مادر بوده میتونه، یعنی ستون فقرات خانواده است. و در هر یک ماه که حدوداً 10 روز این افسرده باشه و این افسردگی سر کیفیت و کمیت زندگیش تاثیر رسو کرده باشه. چیز سوال داریم؟ بله تماس داریم فعلا. سلام، وقت شما بخیر. صدای ما رو دارین؟ سلام، شما خوب باشین و شما بخیر، درودتون بخیر. سلامت باشین برادر عزیز، بفرمایید سوال که دارین مطرح بسازین. سوال ما این بود که یعنی من وقت تصمیم گیری درست خواستم از جناب دکتر صاحب بپرسم که همین هیچ وقت در کار رو میخواییم تصمیم بگیرم دیگر من درست نمیتونم گرفته ده. یک قسمت از تصمیم که پیش میرم دل نادل میشم و با یک بلاخره به نوی در تصمیم گیری مشکل دارم.
چطور باید کد از لحاظ روانی کدام استفاده هست برای ما مشوره ما از جناب دکتر بشنوم معلومات بتم برد برادر ممنونتون لطف کردین تماس گرفتین گرچه به موضوع برنامه ارتباطی نداشت اما مشوره از دکتر صاحب میشنویم بفرمایید ببینید اکثر کسایی که استراب دارن یا ساده استراب امنی اکثر کسایی که اعتماد به نفس ندارن یعنی نمیتوانن کنمو توانایی درونی خود بیرون کنن اظهار کنن در جامعه شریک بسازن اینیا کسایی هستن که معمولا با وجود که معلومات کافی دارن یعنی آگاهی دارن جرأت ابراز کردنش ندارن یعنی مو کسایی هستن که معمولا در صنف آخرین کسی هست که در آخر صنف میشینه و به خاطر ساختن اعتماد به نفس از یک کسی کمک هم نمیکنه مثلا یک روز نشده که معلم صاحب شاگردی که در آخر صنف است او را بنا بر تشویق بیاره در پیشروی صنف بشانه این یک شاگرد از عقب صنف با آوردنش در پیشروی صنف ایجا شاندن و ایره تشویق کردن اینمی اعتماد به نفس می سازه و در سبا روز اینمی پسر به شکل درست میتونه که در پیش برد و مرات یومی خود تصمیم بگیره قسمت دیگه که شاید این برادر تصمیم گرفته نمیتونه ارتباط بگیره با مشکلات روانیشان اختلالات روانیشان شاید افسردگی اجتماعی داشته ببخشید استراب اختلال استراب اجتماعی داشته باشن شاید اختلال افکار وسواسی داشته باشن و یا هم کدام مشکل دیگه بهتر است که با یکی از دکتر صاحب در این مورد جدی صحبت کنه بله در ارتباط با راههای تداوی بیشتر صحبت میکنیم در این مرحله اگر تداوی صورت نگیره و این موضوع را خیلی سطحی بگیرن و بگوین که حتما این مشکل حل میشه و جدی نیست در زندگی ما چقدر میتونه در آینده برای یک بانو مشکل ساز باشه ببینیم متاسفانه این بانو هر دفعه مبتلا به نمی اختلال افسردگی خود بود در هر سکل عادت محور خود که تجربه میکنم این مشکل می داشته باشه بالاخره این حالت باعث میشه که سر ما گفتم سر کیفیت و کمیت زندگیش تاثیر سو می داشته باشه حتی سر روابط شخصیش خود من از دکتر باید بگم و حتی سر روابط جنسیش هم میتونه که تداخل ایجاد کنه و این بالاخره هایسته هایسته شاید روز برسه که چون در جامعه ما شما سر اکثریت مشکلات به شکل باز صحبت نمیشه بله. و نکردن صحبت و نداشتن معلومات کافی یعنی خودش بزرگترین بحران را در بعد ایجاد میکنه شاید هم که روز برسه که خانم از شوهر خود فاصله بگیره یا شوهر از خانم خود فاصله بگیره که تو از لحاظ کرکتر اجتماعی یا خدای نخواسته از لحاظ اخلاق اجتماعی آدم خوبی نیستی تو در هر موقعت ما جنگ میکنی در هر موقعت ما دعوا میکنی هر ما ما را توهین میکنی یعنی و مهمی است که خانمی که مریض است افسردگی پیش از قاعدگی داره برمیگرده به عدم آگاهی هم فرد یا خانواده او متاسفانه نه خودش اطلاع داره نه فامیل اطلاع داره که این نارامی و ناراحتی و عصبانیت از این درد که داره این متاسفانه ارتباط با خدا نخواسته به تربیه و اخلاق از نمیگره این ارتباط با نمو فاکتورهای درونیش میگره فاکتورهای اونمو استرویدای جنسیشان که امو سکل کنترل بله. میکنن اونمو باعث ایجاد از این مشکل بله. شده باید که درک شوان و شناخته شوان و درمان شوان ممنونتون لطف کردین دکتر صاحب در برنامه تشریف آوردن صحتمند باشین و ممنون از همراهی همه شما عزیزان براتون صحتمندی و انرژی خیلی زیاد آرزومند هستم تا دیدار بعد الان نگهدار